و در این قسمت برنامه به کانزاس میریم و همراه میشیم با دکتر وحید بهروان. درود بر تو وحید عزیز. درود بر تو پریسا عزیز. امروز میخواییم با وحید در مورد چند مطالعه جدید صحبت بکنیم. خب وحید، اول گزارش اول میگه 90% آمریکایی ها بیش از حد نمک مصرف میکنن. در مورد این مطالعه میشه توضیح کوچیک برامون بدی؟ حتما، این گزارش شاید تا حدی ترسناک، البته 10 روز قبل نتایجش اعلام شد و بر اساس نظرسنجی بوده که و پژوهشی بوده که چند سال قبل انجام شده، از سال 2005 تا 2006 بررسی که کردن جمعیت رو و میزان نمکش، مصرف نمکشون رو که سنجیدن، به نتیجه شاید همونطور که گفتم ترسناکی رسیدن، اون که 90% آمریکایی، البته یکی بیش از 90% آمریکایی، بیشتر از اون چه که باید نمک استفاده میکنن. حالا این میتونه شاید استفاده خودآگاه باشه، این نمکی که در سر سفره غذایی هست و اضافه میکنن، و یا نمکی که در غذاهایی که بیرون میخورن و غذاهای آماده بهشون نیست که بهش خواهیم رسید. اصولاً CDC، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها، که این نتیجه رو اعلام کرده و بررسی رو انجام داده، با این اساس نتیجه گیری رو اعلام کرده که خب افراد رو 2 دسته تقسیم کردن در آمریکا. یه دسته هستن کسانی که فشار خون دارن و یا سیاه‌پوستان در آمریکا و یا اصولا میانسالان. اینا کسانی هستن که میزان توصیه شده نمکشون کمتر از بقیه محسوب میشه و میزان توصیه شده فعلا کمتر از 1500 میلی گرم نمک سدیم در روز هست، 1500 میلی گرم سدیم، و بقیه رو میگن که میشه تا 2300 میلی گرم سدیم در روز استفاده بکنن. و اینکه حالا این مقیاس رو من بتونم برسونم، یک قاشق چای خوری از نمک طعام، نمک سفره، بیشتر از 2300 میلی گرم سدیم داره، یعنی کافیه که یک قاشق چای خوری در کل غذای روزانه یک فرد وجود داشته باشه، این بیش از حد مورد نیازش داره نمک استفاده میکنه. ولی تازه فقط این مسئله نیست، یعنی وقتی که دسته ها رو جداگانه بررسی کردن نشون داد که فقط 9.6% از بزرگسالان آمریکایی کمتر و یا در حد توصیه شده نمک استفاده میکنن، یعنی بیش از 90% رو در دسته قرار میده که دارن زیادی استفاده میکنن، و از این 9.6 تازه 5.5 در گروهی بودن که باید کمتر از 1500 میلی گرم استفاده میکردن، و 18.8% در گروهی بودن که مجاز بودن تا 2300 میلی گرم نمک استفاده بکنن. نکته اینجاست که دیدن بیشتر سدیم مصرفی آمریکایی ها از غذاهایی میاد که پروسس شدن، فرآوری شدن، و یا غذاهایی که در رستوران ها استفاده میکنن. حتی غذاهایی که ما فکر میکنیم که اینا ذاتاً نمکی ندارن، مثل میوه ها و سبزی ها و دانه ها، اینها وقتی که فرآوری میشن و یا گوشت وقتی که فرآوری میشن خیلی بهشون نمک اضافه میشه، بنابراین غذاهای شور محسوب میشن. حتی هشدار دادن که بعضی جاها این کار رو شروع کردن که نمک رو یواش یواش از غذاهای فراوری شده یواش یواش حذف بکنن، چون این رو هم گفتن که خب ذائقه جمعیت اینطور نمیپذیره که ما یه حبی نمک رو کم بکنیم، و میزان متوسط مصرفی نمک در بزرگسالان آمریکایی رو هم گفتن 3400 میلی گرم هست، نزدیک به 3500 میلی گرم هست، و بنابراین همونطور که گفتم یواش یواش جنبشی هست، از نیویورک هم مثلا آغاز شده که بخوان نمک مصرفی رو در بزرگسالان کاهش بدن. این نکته رو بگم که خب رژیم غذایی ما ایرانی هم متاسفانه میبینیم که خیلی از نونهامون خیلی بهش نمک اضافه میکنن، هر چیزی که میخوایم بخوریم با نمک هم رو هست، خیار، گوجه سبزی، حتی نوشیدنی های شور مثل دوغ. بنابراین رژیم غذایی ما ایرانیان هم چه در ایران چه در جاهای دیگه هم مسلماً حاوی مقدار زیاد و بیش از حد نمک است. اتفاقا من هم داشتم به همین فکر میکنم در غذاهای ایرانی هم خیلی نمک استفاده میشه. خب وحید، خبر دوم در مورد کشف یک ماده ضد باکتری جدید در عسله. در مورد این کشف هم میشه توضیح بدی؟ حتما. عسل فکر میکنم خیلی هم میدونن که از خیلی سالها قبل، شاید بشه گفت هزاران سال قبل، برای اثرات ضد عفونیش استفاده میشه، حداقل ضد عفونی سطحی برای پوست و عفونت‌های پوستی. ولی اینکه چه چیزی باعث میشد که عسل چنین اثراتی داشته باشه، خب مواد مختلفی رو درش حداقل حد زده بودن که بتونه این کار رو بکنه، و برای نخستین بار اومدن و تمام مواد رو جدا جدا بررسی کردن، در نهایت پروتئین رو پیدا کردن
که اثر آنتیبیوتیکی داره، یعنی اثر ضد باکتری داره، در عسل وجود داره. و جالبیش اینه که این ماده بخشی از سیستم ایمنی زنبور هست که زنبور این رو ترشح میکنه در عسل، بخش از سیستم ایمنی خودش هست. و اینطور میگن که خب حالا که ما این ماده رو پیدا کردیم، این ماده ضد باکتری رو، مخصوصا در عفونت های پوستی که به چند جور آنتی بیوتیک هایی که ما داریم مقاوم هستن، خب ماده خیلی میتونه موثر باشه. و از طرف دیگه شاید بتونیم کاری بکنیم، مثلا ژن های زنبور رو جوری تغییر بدیم که ترشح این ماده رو بتونیم ازش استفاده بکنیم، به نفعمون باشه. مثلا دسته زنبورها شاید بیشتر ترشح بکنه. به هر حال این ماده پیدا شده و همونطور که گفتم بخش از سیستم دفاعی خود زنبور هست. از قبل هم مشخص بود که اثر چنین اثری داره، ولی الان که پیدا شده میشه روش بیشتر کار کرد و نتیجه گرفت. خب مطالعه سوم میگه احتمال افت عملکرد ذهنی در زنانی که در نوجوانی فعالیت فیزیکی مناسب داشتن کمتره. در مورد این مطالعه هم اگه میشه یه توضیح کوچیک برامون بده وحید. حتما. این مطالعه بررسی کرده، بیش از 9300 خانم رو بررسی کرده و فعالیت فیزیکی رو در سنین مختلف در اینها بررسی کرده، در نوجوانیشون، در 30 سالگیشون، 50 سالگیشون و بعد از اون. و بعد یواش یواش وقتی که اینها بررسی میکردن، میزان افت عملکرد ذهنی رو در این خانم ها بررسی کردن. یک نکته که مشخص شد اینه که در هر گروه سنی خانم هایی که فعالیت فیزیکی بهتری داشتن، میزان نقص عملکرد ذهنی و یا افت عملکرد ذهنی در همون گروه سنیشون کمتر از اونایی بود که فعالیت فیزیکی نداشتن. ولی بعد این اثر رو بررسی کردن که خب آیا فعالیت فیزیکی در سنین مختلف آیا در نهایت تأثیر روی نقش افت عملکرد ذهنی در این خانم ها خواهد داشت نه، و کسانی که خب مرحله شدیدتر مثل دمانس، دیمنشا و یا آلزایمر رو بهش مبتلا میشن. در نهایت دیدن که خب اولا از هر جایی شروع بکنی میگن دیر نیست، یعنی در هر مقطع سنی که شروع میکردن ورزش و فعالیت فیزیکی رو، در نهایت اثر مثبتی داشت در روی این که بتونه جلوی افت عملکرد ذهنی رو بگیره. ولی مخصوصا در خانم هایی که در دوران نوجوانیشون فعالیت فیزیکی داشتن، این اثر به طور قابل توجهی مشخص بود. و این باز هم اهمیت داشتن فعالیت فیزیکی رو در سنینی که همشاید بچه خیلی مشغول الان بازی های کامپیوتری و یا درسشون باشن و خیلی به فعالیت فیزیکیشون رسیدگی نشه، نقشش الان نشون داد که حداقل در سالهای بالاتر این اثر خودشون نشون خواهد داد. مرسی وحید برای این گزارش.